خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. اجازه بدید من این تاریخ رو عوض کنم. چرا اینجا نوشته چهار شنبه وقتی که ما اونجا نوشتیم شیش شنبه، یعنی جمعه؟ بله درست شد، فرایدی. اینم پاک کنم، این مال چهار شنبه بوده. جمعه سیزدهم آمریکایی ها، سیزدهم وقتی میفته روی جمعه یا جمعه میفته توی سیزدهم، یک کمی وحشت میکنن، میگن فرایدی دی 13، جمعه 13، و منتظر هستن یه اتفاق بدی بیفتن. اتفاق بدی برای ما نیفتاد، یک کم دیر آمدیم، اب نداره، برنامه جمعه رو ممکنه دیگه اصلا از ساعت 3 شروع کنم. و منتظر بودم که آقای جلیل مرتضوی از کانادا با اسکایپ تماس بگیره، چون اسم ایشون رو قبلا توی اسکایپ داشتم، حالا که میزنم پیدا نمیشه، احتمالا عوض کرده ایشون. اینم از این. ما نبودیم، دوستان مثل آقای خوشنودی و دیگران از برنامه انگلستان و سفر این شارلاتان، واقعا دیوونه است این مرد، میره با صدر اعظم یا نخست وزیر انگلستان میشینه صحبت میکنه، ازش ایراد میگیره، بعد میاد بیرون میگه این خیلی عالیه فلانه، بعد میگه که اون دیوونه از شکل خودشه، بوریس جانسون، میگه اون برای نخست وزیری خوبه، بعد از شهردار انگلستان ایراد میگیره، بعد رفته توی این سمت ناتو یا نیتو به قول اینها، میگه اینا پول زیاد میگیرن، بعد اصلا ابسولیت شده، ابسولیت یعنی یه چیز داغون عقب افتاده قدیمی، بعد میاد بیرون میگه اینا خیلی خوبن. واقعا مثل این که این مغزش، یعنی دیدید اینایی که قش میکنن اینا، میگن خیلی موج الکتریکی، یه چیز، نمیخوام حالا توضیح، بلد نیستم اصلا توضیح مدیکال یا قسمت پزشکی رو بگم، ولی میگن یه سیگنالایی هست که یه دفعه به اینا میزنه و خودشونم نمیدونن. اینم مثل که واقعا همین جوره. اولا رفت کره شمالی، اومد فکر کرد تمام مشکلات دنیا و کره شمالی رو حل کرده، ضمن این که همه گفتن آقا اون از تو سوء استفاده کرد. حالا رفته اینجا اومده میگه نه، حالا قرار شده پول بدن، میگن آقا اصلا همچین قراری نبوده، این مزخرفات چیه. حالا آخرش هم که همین الان که ما صحبت میکنیم رفته توی کاخ خانم کوین ببینیم اونجا چه کثافت کاری باره میاره، چه گندی میزنه، و نمیدونم. میگن که معروف آمریکا ممکنه از داخل فرو بپاشه، یعنی حتی اون حمله تروریست ها و سپتامبر 11 و اینا هم اگه نتونست ضربه ای بزنه، خود این ترامپ ممکنه از اون حمله قوی تر باشه. و ببینیم، صبر کنیم ببینیم چی میشه. اوضاع اینجا هم که سلام، جور بخیر. جور بخیر چیه؟ این دوستانم زبان فارسی، که زبانهای دیگر رو که یاد نگرفتیم، زبان فارسی هم از یادمون رفت. دیدم مثلا می‌نویسه درودها، یک ایران تشکر، سلامم باد، کبابم باد، شرابم باد. نمیدونم اون احمق کامران قادری میگفت بعد از ظهرتون باشه. بعد از ظهرتون باشه یعنی چی؟ میگن صبح بخیر، بعد از ظهر بخیر، وقت بخیر. خلاصه کارمون خیلی خرابه. این دوستمون آقای جلال مومند نوشته سلام جور بخیر، چطوری، خوبی؟ خیلی ممنون، بد نیستی. من معمولا از کسی نمیپرسم چطوری، حالت خوبه. هفته پیش به یکی گفتیم که چطوری، گفت آقا رفتم دکتر، یه سردردی، اسم سردرده رو گفت، اسم قرصش رو گفت، اسم دکتره رو گفت. بهترین کار اینه دوستان بگید امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم خوش باشید، امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. اینجوری دیگه براتون نسخه دکترش و اینا رو نمیاد باز کنه و بگه. خب ببینیم که اگر آقای جلیل مرتضوی بیننده برنامه باشه، به ما بگه که آقا اسکایپ ما روشنه، چرا تماس نگرفت و چه باید کرد. و دفعه قبل ایشون دیر تماس گرفت، گفتم آقا اون وقتا کارت مرتب بود، منظم بود، الان مثل که یه مدت با ایرانی ها بودی و اون تلویزیون ایرانی ها و اینا قشنگ تأثیر گذاشته و کارت خراب خراب شده. بعد گفت ببخشید دیر شد جواب دادم اینا، ولی جمعه حتما ساعت 3:30 با شما هستیم
و تا الان که ساعت 2:40 است هیچ خبری از ایشون نیست. خب اب نداره، ما این چیزای عقب افتاده رو چون ما خیلی با فرهنگ هستیم، یه چیزی رو آقای دادرس نوشته بود و گذاشته بود، بعد دیدم که یه نفر براش نوشته آقای دادرس نه شما از فرهنگ ایرانی خبر دارید نه از جریانات روزگار. آقا اون خبر نداره، تو که خبر داری بیا صحبت کن، جون بکن، بذار ما ببینیم کی درست میگه. و اما من امروز چون یه چند تا کتاب برای یه دوستی فرستاده بودم، بعد از چند روز به من گفت که به دستم نرسیده، گفتم خب ترکینگش رو امتحان کنید. گفت چجوری؟ گفتم بابا این شماره اینا، حالا من براتون امتحان کنم. امتحان کردم فرستادم، گفتم میگه که دوشنبه ساعت 2:47 رسیده. میدونه دیگه پستچی ها یه اسکنر دستشونه، نامه رو که میذاره اونجا یا کتابی که میذاره میگه بیم مینیسه ساعت 2:40. فکر کنم همون موقع تازه اداره پستم میفهمه که این کجا هست، سر کار هست یا نه. بعد گفتم که فقط اینجا نوشته که گذاشته اونجایی که پارسل لاکر هست، شما گنجهی، اتاقی، دفتر منیجری، دفتر مدیر ساختمونی، چیزی هست اونجا، ممکنه این به خاطر اینکه یه بسته بوده، نوشته پارسل لاکر. لاکر یعنی گنجه، یه جایی که قفلش میکنن. پارسل هم هر قطعه رو، هر بسته رو شما میتونید بگید پارسل، پارسل لاکر. بعد ایشون گفت من نمیدونم، حالا پسرم که اومد ازش میپرسم. جالب اینجا بود، حالا من منتظرم که ایشون به من جواب بده. بعد امروز برای من نوشته بود که چرا پستچیه برای ما نامه ننوشته. میگم خب خانم من چه میدونم، شما از پستچی سوال کن. و چرا فقط نوشته اسم شهر رو، آدرس رو ننوشته. میگم بابا این سیستم USPS، سیستم پستال کد، من برای همه همین کار انجام میدم، از آقای یگانه گرفته، از آقای لادن گرفته، از هوشنگ گرفته، از پتیک گرفته. وقتی میرم پستخونه فقط دیگه زنه من نمیشناسه اونجا، اتفاقا یه خانم ایرانی هم هست و میگه رسید جدا میخوای. میگم آره، برای هر کدوم از اینا یه رسید جدا میگیرم و مینویسه که برای این زیپ کد، این فرستاد، وزنش هم معلومه حتی، و اینقدرم پول پستش. دیگه این کاریه که من میتونم انجام بدم. در صورت این دوستمون یه ایرادی هم گرفته از آقای احمدعلی مسعود انصاری که من واقعا نمیدونم، اینایی که من روشون حساب میکردم و هنوزم حساب میکنم، میبینم ای داد بیداد، اینا هم مثل این تلویزیون های ایرانی رو نگاه کردن، اینا هم به جمع خودمون پیوستن و واقعا کارمون خیلی خرابه. مثلا این دوستمون میگه که خب آقای انصاری وقتی که با امید دانا صحبت کرده چرا جواب نداده. میگم خب به من چه، از خودشون سوال کنی. بعد میگن که چرا وقتی ایشون گفته که رضا پهلوی رفته با دوست دختر برادرش، چرا ایشون جلوش نگرفته. میگم آقا جون، یا بلا تو این کیس خانم جون، ما دو تا چیز داریم اینایی که تو مسلمونی و اسلام و اینا باور دارن، یکی میگه امر به معروف، یکی میگه نهی به منکر. یعنی مردم رو تشویق کنید به کارهای خوب یا مردم رو از کارهای بد باز دارید، که دوتاش حقیقتا یکیه، ولی فکر کنم نهی از منکر با زور قاطی میشه. بعد ایشون یه مسلمونی بوده که توی اون دوره شاه و بیهجابی و بی فلان اومده مسلمانی خودشو با افتخار نگه داشته و این کارا رو انجام داده. حالا شما اگه دوست داری این یه جور دیگه انجام میداده، خب اصلا این غیر ممکنه. شما نمیتونی به یه نفر بگی شما وقتی کلاس ششم بودی چرا نمره اول نشدی. آقا بازیگوش بود، باید میرفت سر کار، برای پدر مادرش به اصطلاح خرجی میآورد، کار میکرده، خونهشون برق نداشته، شبا درس نخونده. شما، من نمیدونم، حالا میخوام بگم خودتونو بذارید جای اون، اینم اشتباهه. در هر صورت یه نفر داره میاد خاطراتشو میگه، شما یا خوشت میاد قبول میکنی یا بدت میاد قبول نمیکنی. دیگه از من نمیپرسی چرا این کارو نکرد. من چه میدونم، من که فرشته و شیطون و خدای چی نیستم. من خودم نمیدونم چرا بعضی کارها رو انجام دادم، بعضی کارها رو انجام ندادم. گفت در بیخبری ای دوست صد مرحله من پیشم. شما بیخبر از کارهایی که آقای انصاری انجام داده، من بیخبر از خیشم. خیلی سخت نگیرید، خیلی تلویزیون ها رو فکر نکنید اینا علامه دهرن، اینا نمیدونم چیزن. حالا راجع به تلویزیون هم براتون صحبت میکنم. آقای سربی، الان یادم آمد زمان شاه شما
زبان شاه شما سریال یورن به نام داستانهای دیکده را دیده بودید، خیلی عجیب بود با اسلامی بودن کشور. آقای فرهاد زمانیان، شما که هم خطت خوبه هم هنرمندی، دوست عزیز تو رو خدا این نوشته رو پاک کن، این چه جمله بندیه. آقای سربی، الان یادم آمد، زمان شاه شما، آخه شما وقتی یه چی یادت میاد این خبریه، باید به صورت خبری به من و بیننده ها منتقل کنی، این بعد به عنوان سوال سوالش میکنی. زمان شاه شما پرن، شما سریال پرن به نام داستانهای دهکده را دیده بودید، خیلی عجیب بود با اسلامی بودن کشور. عزیز من، زمان شاه من فیلمایی رو از لاندا بوزانکا و چیچو فرانکو و دیگران دیده بودم که این فیلم ها رو توی کشورهای نمیدونم دیگر اصلا نشون نمیدادن. بابا سرکلافه کار از دست اینها در رفته بود، میگن انقدر قاطی پاتی بود که خر صاحبش رو نمیشناخت. دوره شاه این بوده آقا، ولی من چیزی به نام زمان شاه سریال پرن به نام داستانهای دهکده، حالا شما اجازه بدید من این دوتا رو پاک کنم از اینجا لطفا. بعد وقتی میخوان یه چیزی بنویسین با عجله ننویسین، اگه منویسین بخونینش ببینید درسته، نفرستین. میگه الان خیلی از مشکلات اینه که مردم چیزایی رو که مثلا همون دوستمون سلام جور بخیر چطوری خوبی، خب این چه جمله‌ایه، جور بخیر، جور و زحمت و بدبختی بخیر. خب بیایم بریم به شیراز. امروز این پیام، فکر کنم پیام خودمه، ببینم، برای که یادم باشه برای خودم پیغام گذاشتم درباره دو چیز صحبت کنم. بذارید ببینم خودمم یادآوری درباره تیکت های واشنگتن دی سی. بله این واشنگتن دی سی اولا از لحاظ اداری و اینها یکی از بدترین شهران، بعد هر میری میاد، هر شهرداری میاد دزدی میکنه و میگیرنش و میره و نمیدونم بعدن چی میکنن، بعد یه مدتی وقتی از زندان میاد دوباره بازم میاد بخواد یا شهردار بشه یا انجمن شهر بشه و میشه، چون نمیتونن درست منیج کنن، درست اداره کنن، آمدن یه سری دوربینایی خیلی هم زشت، یه قوطی مثل سطل آشغال یا یه قوطی مثل این قوطی های روزنامه فروشی گذاشتن. بعد مثلا شما میگن زیرگذر به ایرانی، اینجا میگن اندرپاس، وقتی که داری میری پایین خود به خود سرعت ماشینت زیاد میشه، مثلا داری 25 تا میری اونجا میشه 30 تا، این گذاشته چون اون پایین نه آبری نه کسی ازت عکس میگیره $100. بعد شما اگه کار کنی وضعت خوب باشه میگی خب من حالا اگه $100 ندم باید یه روز برم واشنگتن، بعد ممکنه دوباره تیکت بگیرم، ممکنه چی کنم، بالاخره نصفی روزم از کار، نصفی روز چیه، همه روز از کار برکنار به اصطلاح میافتم، ولش که آقا من $100 میدم. ولی من یه میتینگی بودم با همین شهرداری که خانم این زنه الان جدیدن هم جوونه و اینها، این بابا تمام بچهای مدرسه اونو میدیدن در سال 56 در دوران راهنمایی. آقای فرهاد، شما سال 56، اولا دوره ما دوره راهنمایی نداشتیم، بنده سال 56 دانشجوی بودم که دردن رفتم سربازی، اون وقت شما فکر کنی سربازی، اون وقت ما میشنستیم تلویزیون نگاه میکردیم یا تلویزیون داشتیم، سه نفر توی اتاقی زندگی میکردیم، من و آقای سعید رضوی و آقای حمید معماریان، سه تا نمیدونم 350 تومن باید اجاره میدادیم، 1050 تومن بشه یه اتاقی، نه حمام داشت نه چیزی داشت. قربونت برم، شما روز خوبیش بودین، شما روزی بودین که تو مدرسه بهتون خوراک میدادن، خب به کسی که خوراک میدن شبم باید فیلم پرن بهش نشون بدن که اون انرژی رو که به دست آورده یه جوری تلف کنه. cannot hear you on the phone، تنبیهت کردم آقای سم، شما وقتی میای اینجا گزارش فوتبال میدی، نه شوخی میکنم، ممکنه با مجبور بشیم سیستممون رو عوض کنیم، چون بعضی از دوستان میگن در بعضی از نقاط جهان و مخصوصا این خط تلفنی هم اون لینک ما، یا اون میدونید وقتی که چیز باشه
سرورهای مختلفی میذارن. مثلا سروری که تو آلمان هست ممکنه این تو هلند نباشه، اونی که تو آلمانه ممکنه بتونه ببینه ولی اونی که تو هلنده ممکنه نتونه ببینه. در هر صورت باید این ویکند یک به خودم به اصطلاح زحمت بدم درستش کنم و ندارم آقا کسی رو، نه از لحاظ مالی دارم نه از لحاظ کمک دارم. بعد آدمم دیگه واقعا خجالت میکشه هر روز بیاد هی بگه کمک. آقا یه آقای بهایی خب از لحاظ سواد از لحاظ دانش من قبولش دارم، خیلی چه یه مدتم با ما قهر کرده بود، یه مدتم با ما دشمن شده بود، یه مدتم با ما دوست شده بود، حتی رو اینترنت برامون زحمت میکشید و اینها. حالا راجع به پتیک و اینها یه چیزی نوشته، من بهش گفتم خیلی ممنون به اصطلاح اینو به پتیک میگم و بعدم تو برنامه میخونم اینها، ولی شما که این همه سال بیننده ما هستی بد نیست یه حمایتی هم انجام بدی. نوشته آیا حمایت فقط حمایت مالی است؟ میگم آقا مثل این میمونه که من میگم گرسنمه دم یه فروشگاه وایسادم، حالا نمیرم شلو کبابی که 10 دلار باشه 12 دلار، دم 7-11 وایسادم بزرگم نوشته هات داگ 1 دلار، به شما میگم آقا 1 دلار به من کمک کن یه نهار هات داگ بخرم، شما میگین عزیزم بیا من ببرمت مجلس محفل بهایا برات درس اخلاق بدم. ببخشیدا ببخشی ما به آدم گشنه اگه اینو بگی میگه آقا من ریدم تو دین و اخلاق ولم کن. آقا خیلی ساده بگو من ندارم، خیلی ساده بگو مایل نیستم کمک کنم. این مزخرفات چیه؟ من از لحاظ اخلاقی اگر کسی گرسنه باشد به خوراک میخواستم بگم من اگه 20 سال پیش بود اینجوری میگفتم، میگفتم گور پدر آدم دروغگو، شما از امروز خوراک نخور برو ببینم با خوراک اخلاقی سیر میشی. آخه چرا اینقدر مزخرف میگید؟ چرا اینقدر دروغ میگید؟ شما که ادعا میکنید بهایی هستید راستگو هستید، آخوندها دروغگوان سفسطه کار هستن. حالا آقای بیژن یگانه میگه شما توی برنامه گفتی که بابا شما آدم بد ندارین تو بهایی ها، بد ندارین، تا از خودتون بیارم که 100 تاتون طالب من گفتید بدی. اگه بده بدیه رو بگید دیگه، همش نگید ما بهایی ها هممون خوبی. در هر صورت اینم از این دوستمون بود و خب همین سعید خیلی کمک میکرد برای ما، قبلا چی میفرستاد اینا، حالا هر چی میگیم آقا حمایت کنین هی بلند میشیم بریم مکزیک. آقا نرو مکزیک، به سر 27 ساله بیچاره تیر خورد تو سرش مرد، گرچه والا همه جای دنیا این روزا امتر و سالمتر از واشنگتنه. صبح برای پتیت نوشتم دارم میرم سر کار، اگه سالم و زنده برگردم برنامه اجرا میکنم. گفت برو آقا حتما زنده برمیگردی. گفتیم اوکی خیلی ممنون که شما اینقدر اطمینان داری. وقتی که این برنامه تیکتا و اینها بود، من اتفاقا تو اون میتینگ گفتم ببینید شما یه کسی که داره رانندگی تاکسی میکنه، یه کسی که داره کار میکنه با عجله صبح داره میره که برسه سر کار ساعتی 8 دلار 10 دلار در بیاره که محتاج خلق نباشه، شما میایین به این 100 دلار تیکت میدین، 30 روزم وقت میدید، اگر پی نکنه میشه 200 دلار، اگر پرداخت نکنه گواهینامه‌شو از دست میده، ماشینشو میگیرید. فرخ از همه بهتر میدونه این ماجرا رو. آخه این چه حماقتیه که شما میکنید؟ و اونی که پول داره، یادم میاد سالها پیش دانشجو بودم رفتم تهران و این خیابان کاخ و خیابان نمیدونم شارزا، بله از میدان موقع نمیدونم میدان کاخ بود بعدن شد فلسطین، به پایین از پایین به بالا یه طرفه بود اینها. اون موقعی بود که بنزین و اینها کم شده بود، کوپنی شده بود و فراوان بهایی بد داریم. این حرفا یعنی چی؟ خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. خانم شما که دکتر هستی، آخه یکی اگه گرسنه است بهش بگن شما ما از لحاظ قضای اخلاقی، میگم قضای اخلاقی رو بده به زن و بچه تو فامیل مردک، به من یه 2 دلار بده برم خدا یه مش روانی هستیم واقعا. اصلا ممنونم. پس شما هم نظرتون درباره بهایا اینه که بابا اینا این آقای دکتر جلیل بهار همیشه حرف خوبی میزن، میگم من نمیدونم چرا هر وقت میگیم آزادی در ایران بهایی و میگن آزادی ما، خب اگه آزادی باشه شما هم آزادی، چرا خودتون رو تافته جدا بافته میدونید؟ چرا خودتون رو میرید این ور اون ور معرفی میکنید فقط به بهایی ها آزادی بدن فلان بدن بیسار بدن؟ البته ناگفته نماند خدایی نکرده اینا اگه سر قدرت بیاد یه جورایی
تا حالا هم آقای حسن ارشاد ثابت کرده، هم نوشته ها و اینا ثابت کرده که اینا ممکنه بدتر از این آخوندا باشن. بله، در صورت اینم از این. ما تو این جلسه که رفته بودیم گفتیم اینجوری، اینا گفتیم به اینا شانس بدید که مثلا این تیکت رو ماهی $10 پرداخت کنه، بهش بگید که اگه براتون نوشت آقا من تو 30 روز نمیتونم، یه دفعه $100 یه خرج اضافی پیدا شده، یا اگه کسی باشه تاکسی باشه بیاین نگاه کنید، تاکسی آفریقایی ها بیچاره اصلا بلد نیست، میپیچه این ور میپیچه اون ور، چپ و راست تیکت میگیره یا اسپید تیکت میگیره، یا یه مدتی که میگفت اگه تایرت بیاد رو این خط تیکت بد میدین. آقا پدر سوختا، شما خیلی کارتون درسته که حالا دیگه میخواین همه راننده ها پشت خط وقتی میخواد وایسه زنش یا مسافره رو بفرسته پایین یه چوبم نگه داره، اوکی بیا 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 همینجا وایسه، اونم واشنگتونی که وقتی سبزه شما باید وایسی برای عابر پیاده، همچین که میخوای بری قرمز شده، اومد شما وسط چهارراه موندی، خیلی اوضاع خرابه اینجا. در صورت توی این جلسه وقتی ما صحبت کردیم، دو سه نفر دیگه صحبت کردن، اینها گویا تأثیر گذاشته. حالا گفتن که اگر کسی، گفتن اولا این 30 روز رو میکنیم 60 روز، بعد اگر کسی نداره پرداخت کنه، بله شما حق داری، این 6 روز در هفته میره کار، تازه همیشه هم 8ش گروه 24شه و اینها، یه روز مثلا میتونه بگه من حاضرم بیام خیابونا رو تمیز کنم، پارک رو تمیز کنم، بهش میگن پابلیک سرویس. پابلیک سرویس شما میتونی مثلا بری توی مدرسه صحبت کنی، بگی که من میتونم بیام با جوونا صحبت کنم، بهشون بگم رانندگی بد نکنن، چون من راننده بدی هستم، بهشون بگم نگاه کنید من چپ و راست تیکت گرفتم اینا. در صورت قرار شده این کار، این خبر خوب برای اینا که تو ویرجینیا، مریلند، واشنگتن زندگی میکنن، تیکتا مهلت پرداختش یا زمان پرداختش شده 60 روز، بعد امیدوارم بعد از 60 روزم دو برابرش نکنن، بکنن حداقل $20 اضافه تر، $30 اضافه تر. آقا یه پولی ایشون به شما بده کاره، خب شما اگه دادگاه هم بری، دادگاه بده اجازه نمیده 20% بگیری، 100% یه دفعه دو برابرش میکنی، خب 6% نزول بگیر، 8% نزول بگیر، 10% نزول بگیر، بگو هر یک ماهی که دیر بدی $10 اضاف میشه، یعنی سالی 120% ازش بگیر. این چه کار احمقانه ای که دو برابر سه برابرش میکنی و هیچ کم صداش در نمیاد. یه مقداری صحبت کنید وقتی تو جامعه اشکالی هست، به اصطلاح مشکلی هست که میشه حل بشه، اقلا این چیزا تنها چیزای خوبیه که فعلا از آمریکا باقی مونده. تا اینم این ترامپ، حالا ببینیم رفته امروز میره، امروز پهلو عمه کوینه، دوشنبه میره، گفت دیگه این آقای استیون کولبرت گفت که پوتین و ترامپ هر دوشون میرن تو هل، هل یعنی جهنم، بعد گفت بابا منظورم هلسینکیه، دارن میرن توی اون شهر هلسینکی، اونجا هم دیگه رو ببینن و ببینیم اونجا چه دست گلی آب میده. جالبه آقای ترامپ گفته این دیدارم مثل اون دیداری که با اون پسر دیکتاتور داشت، هیچ که نمیخوام باشه، من نمیدونم این چه راز و رمز، خب میدونم دارم دروغ میگم، انقدر که کسافتکاری کرده که نمیخواد کسی بفهمه. در هر صورت سفراش یکی پس از دیگر همش کارا رو خراب میکنه، بعد میره اونجا میاد میگه کارا رو درست کردم، بعدم به خودش جایزه میده، جایزه نوبل رو که کم مونده بود بهش بدن، یه مشکل احمق‌تر از خودش نوبل. حالا نمیدونم اینجا جایزه چی، ولی خوشم میاد که انگلیسی‌ها ازش خوب پذیرایی کردن. دم این آقای شهردار لندن هم گرم که گفت که مرد حسابی، اینجا که آمریکا نیست، اینا هم آزادن هر کار دلشون میخواد بکنن. آقای ترامپ رو با یک بالون فکر کنم 15 فیتی 2 متر خورده اینها درست کردن به صورت ترامپ بیبی، که الان عکسش و ویدیوش رو بچه ها دوستان فرستادن صحبت میکنیم. اینم از این. و دوستان شما این کار رو انجام بدید، بعض وقتا مثلا من اینو توی راه که بودم یادم اومد که این انجام شده، زنگ زدم به تلفن خودمون پیام گذاشتم که الان بتونم اینجا به میگن یاداوری به خودم، و یاداوری کنید. بعض وقتا دیدید کاغذ می‌نویسید که خانمم گفته مثلا کاهو بخر، یه دفعه خانم من به من گفت برو کاهو بخر، 32 سال پیش رفتم اینجا، این کلمه‌ای هست که توی پلاستیکه، خریدم اومدم،
حالا از اون موقع تا حالا شوخی میکنه، میگه این کار کرده که دیگه ما نفرسیمش خرید. اینم از این. خب بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم در این صندوقچه پارسل لاکر. من نمیدونم کسایی که تو کالیفرنیا هستن این پارسل لاکر چیه. من دیدم اونایی که مثلا خونه هاشون تاون هاوسه، به جایی که پستچی بره در هر خونه ای نامه ها رو بذاره و سیفتر هم هست، وسط اونجایی که ماشین و اینا پارک میکنن یک قطعه آهنی بزرگی درست کردن، هر کسی کلیدی داره میره اونجا و پستچی اگه یه بسته ای باشه بسته رو میذاره توی یکیش که بزرگتره، ولی برای اون مینویسه که چرا اینجوریه. من خودم یادمه این پستچی اینجا چون میدونه که من وقتا از خونه بیشتر کار میکردم اینا، وقتی میمد حتی در میزد تاق 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 یا از اینجا نگاه میکرد که برات بسته دارم. یه دفعه که مثلا دیده بود من نیستم بسته رو گذاشته بود اینجا، بعد دیده بود که کارگر و اینا اینجا کار میکنه، بعد وقت کارگرها که دزدی نمیکنه، کسی که میاد از صبح ساعت 6 وای میسه دم 7-11 بعد بر ساعت $10 $15 در بیاره، این اگه میخواد دزدی کنه که میخوابید تا لنگ زور، وقتی هوا تاریک میشد میرفت دزدی میکرد. خلاصه دیده بود کارگر و اینا اینجاست، برده بود گذاشته بود پشت خونه. برای من یه کاغذی نوشته بود که مستر سوربی بسته شما رو بردم گذاشتم مثلا روی دک چی میگن تو ایران، پدیو یا هرچ، در صورت اونجا مشکل شما با اونه. یادم سالها پیش این آقای مصطفی زاده لطف کرده بود و کتاب فرستاده بود و حمایت فرستاده بود و اینها، بعد به من میگفت که رسید، میگفتم نه آقا، میگفت خب برو پستخونه، میگم آقا بدون تراکینگ نمبر که نمیشه برم پستخونه، تازه شما که فرستادی باید چک کنی ببینی رسیده به اینجا، اگر رسیده به اینجا اون وقت من میرم پستخونه. میگم آقا نگاه کن، این شما به این فرستنده میگید رسیده اینجا ولی به دست من نرسیده، اون وقت میان برات توضیح میدن که یک عده‌ای کارشون اینه، را میفتن با ماشینای پیکاپ تراک و بزرگ پشت سر ماشین پست. این بدبخت ماشین پست که میره یا یو پی اس که میره یا فدکس که میره بسته ها رو میذاره، نامه ها رو میذاره، اینا یکی یکی اینا رو برمیدارن میذارن، مخصوصا ایام کریسمس. به همین خاطر به شما پیشنهاد میکنم که اگر میتونید یه دوربینای مدار بسته یه چیزی بذارید. من این فیسبوک رو با دوستان مردم تیوی هم چیز کنم، به اصطلاح شیر کنم. بله اینجا و خب شیر آن فرند نه شیر، به جای این همه آپشن دو کلمه نیست، میخوای رو مردم تیوی یا شیر آن پیج و منیج، این همه به جای این وری زدیم اون وری رفت. خب ببینیم که چی میشه، شیر آن پیج و منیج، اینم از این. خب حالا ما بالاخره نفهمیدیم آقای فرهاد زمانیان چه ما دیده باشیم. ایشون اولا نوشته سلام خوش آمدید. آقا من که تو خونه و زندگی خودمم شما به من خوش آمدید میگید، خیلی ممنون، خوش آمدید تو خونه شما میگن، مرسی بابا. تمام بچه های مدرسه اونو دیدن. خب حالا که چی، اگرم بوده فیلم پورنو زمان شاه و اینها، خب که چی، دیدن که دیدن، خوش به حالشون. اونایی هم که ندیدن الان که دیگه احتیاج نیست تلویزیون داشته باشی، اینترنت هر جا میخوای بزن پورن تریپل اکس 4X 6X برات میاد. در هر صورت من نمیفهمم، شما باید یک منظوری داشته باشی، این منظورت هم بتونی بیان کنی. من هنوز نمیفهمم منظور شما چیه. بهتون گفتم که وقتی یه عکسی گذاشتم که به اصطلاح یه دکتری توی گوش ترامپ نور انداخته و از این ور عکس ستاره داوود اون به اصطلاح سمبل یهودیت افتاده رو دیوار، اون آقای هنرمند بی هنرمون آقای حمید مرتضوی فلان به من میگه شما منظورتون از این چی بود؟ میگم آقا نگاه کن این یکی دیگه گذاشته، من دیدم درسته یه جوری گذاشتم و منظورم اینه که بله به نظر منم این اینجوریه. بعد وایساد مزخرف گفت و اینها، ما بعد راجبش صحبت کردیم، حالا یا دیگه دومش گذاشت لای پاش رفت یا اینکه چیزی برای گفتن نداره. ولی نگاه کنید دوستان،
این مرده از آسانج بود چی بود؟ آقای فرخ سپهرا هم که انقدر داره میخنده که عشق از شش تا چشاش داره میاد، چون سه تا گذاشته. ببینید آسانج، این آقایی که یادتونه ترامپ دست به دامنش میشد که ویکیپیدیا برو، نه ویکیپیدیا نه، ویکیلیک ها، برو این چیزا رو پیدا کن، نامه هیلری کلینتون اینها. اولا امروز هم دوباره یه سری دیگر رو محکوم کردن که به اصطلاح اینها توی انتخابات 2016 کارایی کردن که به اصطلاح منجر شد به انتخاب شدن ترامپ. حالا این آقای آسانج که اینم چند ساله توی سفارت گواتمالا نمیدونم کجا رفته پناهنده شده تو انگلستان، میگه که فورگت راشا. خیلی جالبه، هم این میگه شما راشا رو فراموش کن، روسیه رو فراموش کن، هم آقای ترامپ میگه The real threat to America comes from Israel and the Israel lobbies. میگه که اون تهدید واقعی و خطر واقعی از طرف اسرائیل به آمریکا میاد و لابیستای اسرائیل مثل ایپک اینجا. و آقای فرخ سپهرار میگه شعر یعنی اشتراک. خب من میدونم، ولی ممنونم حالا که گفتید، سعی میکنم از این به بعد بگم بذارید با اونها به اشتراک بذاریم یا در میان بذاریم. در صورت این مقاله را من برای اون حمید مرتضوی فرستادم و اون روزم وقتی من گفتم مرتضوی، یکی گفت آقا من فکر کردم شما جلیل مرتضوی رو میگی. گفتم نه آقا، مرتضوی زیاد داریم، جلیل مرتضوی داریم، سعید مرتضوی تو ایران داشتیم و الی آخر. حالا ببینیم که صحبت از آقای جلیل مرتضوی، ببینیم هنوز هیچ خبری نیست. من بذارید از فیسبوک به ایشون بگم که آقا کجایی؟ اون چیزه بود میگو حسنک کجایی؟ یادتونه کلاس دوم میگفت که گاو و بره و اینها، نه خدای نکرده شماها گاو و بره باشید. ولی آهان، ایشون یه چیزی فرستاده. آی ها، خب آخه آقای مرتضوی، شما که خودت کننده کار هستی، وقتی یه نفر با یکی ساعت 3:30 قرار داره، ساعت 1:01 بعد از ظهر براش می‌نویسه که من نتونستم اسکایپ رو درست کنم. I have a problem with my Skype. The best way to contact me is the phone. شمارش هم نوشته. I will be waiting. حالا من سعی میکنم. خب ما باید سیستم فونمون رو روشن کنیم. اینم میگم شما ببینید، شما اگر یه جایی میخوای بری مهمونی، اون صاحب خونه به شما احترام میذاره، میگه آقای مرتضوی مثلا گوشت قرمز نمیخوره، براش ماهی میخره، براش مرغ میخره، یا میگه این اصلا گوشت خوار نیست، براش نون و پنیر و گردو میخره. شما اگه قرار بری یه جای مهمونی، قرار نیست 2:30 قبل از مهمونی، اونم با فیسبوک فقط بنویسی که من مثلا گوشت قرمز نمیخورم، ماهی هم نمیخورم، اینم نمیخورم. خب شما یه نون و پنیر با خودت بیار، وقتی آوردن اونجا یواشکی سر سفره اون نون و پنیر رو بخور، یا اونجا بگو که من نهار خوردم، شام خوردم، فعلا چیزی نمیخورم. کارمون خیلی خرابه. یعنی همین آقای جلیل مرتضوی، من وقتی باش آشنا شدم، یک خبرنگار خوب بود، با وجودی که از لحاظ بینایی مشکل داره، چشماشون انقدر ضعیفه که توی آمریکا به عنوان نابینا حقوق نابینا رو میتونن داشته باشن. حالا حق و حقوق فقط پول نیستا، ولی ایشون یه خبرنگار واقعی بود. مثل ماها نبود که بیایم اینجا هی شما بگین خبرنگار، هی ما بگیم آقا بابات خوب، ننت خوب، من خبرنگار نیستم، من ژورنالیست نیستم. ایشون درسشو خونده، کارشو بلد بود و میرفت. نمیدونم افتاد دست یه دوستی که اونم طرفدار مصدق بود و بعد یه تلویزیونی باز کردن و بعدم اصلا دیگه از تلویزیونشون خبری نیست و با همم دشمن شدن. یکیش مثل من، منی که از روزی که ایشونو شناختم هیچ کاری به غیر از خوبی براشون انجام ندادم و هیچ وقتم فکر نمیکنم از ایشون پولی به تلویزیون مردم رسیده باشه. چرا؟ اون دوستش که بعدن براش تلویزیون باز کرد، پول برنامه ای را مثلا میداد که آقا اینو نشون بدید یه هفته.
ولی خود آقای مرتضوی از جیبش پولی به تلویزیون بده و اینها نبوده. درصد اینم از این. خب خوشحالیم آقای لطیف زمانی هم از انگلستان. آقا عجب این ترامپو به شما غالب کردیم ما، تو رو خدا همونجا نگهش دارید، یک کاری کنید هواپیماش پنچر بشه نتونه پرواز کنه، همونجا یه چند مدت نگهش دارید، ما خرجیشو میدیم بهتون. در صورت اینم از این ماجرا. بذارید ببینیم که حالا اینو باز کردیم، حالا باید بریم گوگل وایس، حالا بعد باید بریم تلفن. آخ 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 یا بذاریمش روز دوشنبه، امروز هم ما زودتر برنامه. ضمناً امروز هنوز آقای حسن ارشاد برنامه هفتگیش رو برای ما نفرستاده، معمولاً ایشون پنجشنبه ها، حالا یه وقت ایران تظاهراتی میشه اینا فتیله، بذار بینم It is too late for me, I just saw this message. ببخشید this message. Let's do it Monday 3:30. Anyway. خب چی داشتیم میگفتیم؟ سرکلاف برنامه از دستمون در می. آسانجو گفتیم بریم سراغ خوبیش، بگی که اینا رو مثل پرونده گذاشتیم اینجا. ضمناً امروز گفتم بهتون 13 ماه جولای هست و ترامپ انگلستانه، از انگلستان بعد قراره بره هلسینکی با پوتین برنامه به اصطلاح دیداری داشته باشه، و گفت من اونجا به پوتین میگم شما دخالت کردین تو انتخابات 2016. خب دیگه اونم یا میگی کردم یا نکردم. باورتون میشه؟ تمام سیستمای اطلاعات و ضد اطلاعات آمریکا که دیگه الان از شمارش دست و پنجه و دست و پا و اینا بیرونه، همه اینا گفتن روسیه دخالت کرده. فیسبوک آمد گفت روسیه به ما کلک زده، دخالت کرده، تبلیغای اینجوری درست کرده، و این شالاتان نادان هنوز میگه we can't. اوکی. Hello and how are you؟ بله good luck، خیلی ممنون، ما خوبیم، شما چطوری؟ حالا که ترامپ آمده اونجا نفس شما تنگ شده یا نه؟ حالا شما دو سه روز میخوای تحملش کنی؟ این فکر کنم دوشنبه میره هلسینکی، میره پهلو باباش پوتین، ما بیچاره که باید 2 سال اینو تحمل کردیم، باید 6 سال دیگه هم تحملش کنیم، چون به احتمال زیاد این با این کثافتکاری هایی که میکنه و با این کثافت هایی که دور خودش جمع کرده باز هم برنده میشه. و اما چه چیزی باید تو کله رهبران ما باشه که اینقدر برای صادر کردن ثروت مغزهای ملت اینقدر زرنگ باشن؟ آقا این جمله شما آفرین، ماشاءالله، بعد از این همه درس خوندن، بعد از این همه عربی فارسی انگلیسی خوندن، خیلی خرابه این جمله. دوستان تو رو خدا وقتی یه چیزی مینویسین خودتون رو بذارید جای اونی که میخواد بخونتش، ببینید اون چجوری باید اینو بخونه. چه چیزی باید توی کله رهبران ما باشه که اینقدر برای صادر کردن ثروت مغزهای ملت اینقدر زرنگ باشن؟ اولا دو تا اینقدر توی جمله خراب میکنه، بعدم هم ندارم. I don't know why Mr. Murtazavi has a problem with Skype. He can easily download, install and use it. خدا پدر مادر تو رو بیامرزه فرخ عزیز. خب آقا کسی که چهارشنبه دیر به من خبر دادی، گفتی جمعه، از چهارشنبه تا جمعه وقت داشتی یه اسکایپ رو تلفن، رو آیپد، رو کامپیوتر، برو نمیدونم کامپیوتر دوستت، برو کتابخونه. نیستیم دنبال این نیستیم که به طرف مقابل احترام بذاریم، و همش از این میاد که سلفی، خودشیفته، نه خودشیفته میشه آنارسیست مثل میگن، نه سلفیش، خودخواه هست. میگیم آقا نشد که نشد، برو پدرش. ببینیم این دوستمون نوشتش که چیزی رو به ما نگفت،
یه پیام هم هست آقای یگانه گذاشته، نمیدونه همون دکتر بیژن یگانه، این دکتر بیژن یگانه هم یه نفر برای من نوشت که آقا ایشون که مرحوم شده برام یه عکس قبری هم فرستاد. Our next speak. بله. خب بذارید ببینیم. این 20 دقیقه فیلمه. درست میگم؟ نه. Our next speaker. 8 دقیقه فیلم. Is Holaku. اجازه بدیم. سخنران بعدی ما هولاکو رحمانیان است. سخنان یک شهروند بهایی که در ایران حق تحصیل نداشت و در آمریکا موفق شده است. خب از اینا زیاد داریم. حق تحصیل، بهتون بگم چرا بهایا وقتی میخوام برم دانشگاه، ملا، این مشکل تو دوره شاه هم بودا دوستان. اگر یه کسی یه جایی میگفت من بهاییم یا مینوشت بهاییم، براش مشکل استخدام پیش میومد. بهایا میگن ما چون باورمندیم دروغ نمیگیم درباره دینمون. حالا توی ایران آخوندا یه درجه از خریت رفتن جلوتر، زدن به سیم آخر، برای اینا نمیذارن برن دانشگاه. البته دوست عزیز، این دوستان بهایی توی ایران برای خودشون دانشگاه درست کردن، دانشگاه های خونگی درست کردن. اینا همونی که بهت گفتم که آقای دکتر جلیل بهارم به خوبی گفت، چون خودشونو تافته جدا بافته میدونن، حالا وقتی میان اینجا صحبت و سخنرانیشون هم اینه. حالا برگردیم ببینیم که شما اون نوشته رو درست کن. این دوستمون از خلیج فارس چهارشنبه یه برنامه به نام عقل بشر میفرسته و اینها با هم چی میکنه. Now it is heavy raining and it was a big demonstration against Donald Trump. خب اگه این دونالد ترامپ که روز سوگند یاد کردنش هم اینجا بارون و سرد بود و نسبتاً خیلی آدمای کمی رفته بودن، ولی آمد گفت که چه روز قشنگی بود، همچین که من خواستم قسم بخورم آفتاب اومد و دیدید چه جمعیتی اومد. اون سخنگوشم اون موقع، اون شان اسپایسر احمق دیوانه، اومد گفت بیشترین جمعیت رو تا حالا داشتیم، که همه مسخرش کردن. همون صحبت باعث شد آخر به استعفا و به اخراجش به اصطلاح بیانجامه. در هر صورت شما میتونی این نعمت رو بگید، این نعمت خدا بوده که بارون اومده که انگلستان از وجود کثیف و پلید و شارلاتان ترامپ که کثیف شد شستشو بشه. و اما آقای عباس امیرانتظام از دنیا رفت، مرد، شهید شد، هرچی شما دلتون میخواد بگید. آقای مسعود سهیلی، میرزا مسعود ما که کانادا زندگی میکنه، و من ایشون رو یک بار توی نیویورک به اتفاق همسرشون دیدم، بعد همسرشون فوت شدن از دنیا رفتن، خانم بسیار خوبی، خدا رحمتشون. و آقای مسعود سهیلی هم مشکل چشم داشت و یه مدتی اصلا ایمیل و اینها نمیفرستاد، ولی جراحی چشم انجام داده و به خوبی و خوشی الحمدلله دوباره سالم هست و نوشته. درباره آقای عباس امیرانتظام، وقتی که ایشون زنده بود مرخصی می اومد میرفت مصاحبه میکرد، من هی میگفتم بابا جون شما چرا هی اسطوره میسازید؟ اسطوره فکر کنم به انگلیسی میشه لژند، یعنی قهرمان های داستان و اینها. اولا وقتی ما به فارسی میگیم اسطوره، یه مقداری اشکال ایجاد میکنه که آیا این اسطوره هم همون مثل رستمه که وجود خارجی نداشت، مثل کاوه آهنگره، مثل نمیدونم چیزای دیگه داستانه، یا واقعا مثلا مثل امیر کبیره وجود داشته، حالا اگه به اون خوبی هم نبوده دیگه حالا یه کمی تخفیفش میدن میچربوننش. ما این نمیدونیم. شما میدونید وقتی میگن اسطوره کدومشه، منظورش راوف و حقیقته یا منظورش قلو و چاخان؟ آقای سهیلی گویا با ایشون هم کلاس هم مدرسه هم کار بوده، میخونم براتون. از طرفی دکتر محمد اقتداری همشهری عزیز من آمده بود نوشته بود که عباس امیرانتظام این اسطوره فلان در رفت فوت شد و اینها، و بیاین علی افشاری هم پیشنهاد داده براش بزرگداشت بگیریم. آقا این شعر گلپا رو یه نفر لینکشو برای من بذاره اینجا، خوشنودی.
میگه تا زنده ام برایم یک گلی بیار. وقتی که من مردم این دسته های گل بر مزار من چه سود. اینو بذار لینکشو اینجا. من دیدم الان ایرانی ها برای هم تا زنده هستن بزرگداشت میگیرن. آقای اقتداری این کار به سزا و شایسته ایه، برای آقای دکتر پاسا بناب گرفتید، برای دیگران گرفتید، این کار درست. ولی ایشونی که فوت شد، حالا تو ایران خانمش و خانوادهش و بچه‌هاش مشکلات خودشون و اینا، شما اینجا براش بزرگداشت بگیرین. هر کسی هم بیاد که تا دیروز امیر انتظامو نمیشناخت، حالا از امروز دروغ بگه، بگه بله ما با هم بودیم در یکی از این جنبش‌ها و ایشون اینجوری گفت. کدوم جنبش آقا؟ آقا ایشون یکی از روشنفکران زمان شاه بوده، همکاسه آقای بازرگان بوده، بعد دنبال خمینی بوده، بعد که مخالف شده 30 سال رفته زندان. خب چه کار کرده؟ این اسطوره رو برای بچه ها بگیم یعنی برین زندان، بعدم بیاین اینجا یا تو وایس آف امریکا کار کنید، یا همونجا اینقدر بمونید تا دیگه نتونید حرف بزنید، خانمتون به جاتون شعر بخونه و حرف بزنه. مدتی از جانب انجمن ملی حمایت کودکان مهندس ناظر مرکز نگهداری کودکان عقب افتاده بودند و با مرحوم آقای عباس امیر انتظام که در استخدام شرکت نوکار بودند آشنا و بعدن تا حدودی دوست شدیم. ایشان مردی تحصیل کرده و مؤدب و خوش‌ظاهر بود که در ظاهر کارهای فنی می‌کرد، ولی با مهندس بازرگان که شرکت تأسیساتی داشت دوست بود و زیر لب به حکومت وقت فحش می‌دادند. اشکال همین بوده که فحش می‌دادند و مجبور بودن زیر لب بگن. آقا مثل انسان پیشرفته، شماها که خارج دیده بودین، شماها که درس خوندین، شماها که دوره‌های عالیه دیدین، می اومدید انتقاد می‌کردید. تا انتقاد که بابا آزاد بود که، و این انتقاد کردن رو رایج می‌کردید در جامعه، نه فحش دادن زیر لب و فکر کنید فعال سیاسی هستید. زیر لب به حکومت وقت فحش می‌دادن. بازرگان مثل خیلی ها در اولین دوره اعزام محصل در دوره رضاشاه به فرانسه فرستاده شد و آزادی را فرا گرفت و در وطنش آزادی و دموکراسی را الحق به گند و کثافت کشید. امیر انتظام هم مرد بدی نبود، ولی در سیاست ابله و برای خانوادهش بیمسئولیت و موجب بدبختی ایران شد. اگر خدایی هست، بابت خیانت و بدبخت نمودن هزاران نفر هر دوی آنها را ببخشد. اینم عکس آقای، این نظر مسعود سهیلی بودا، من فقط نقل قول کردم. چرا؟ چون با یه چیزایش موافقم. آقا این روشن فکرا که رفتن خارج باید میدیدن تو چه جامعه‌ای، چه ملتی. یه عکسی نمیدونم آقای خوشنودی گذاشته، یه یکی دیگه، چهارراه زند شیراز رو عکس دو تا افسر پلیس زند که مینی ژوپ هم نمیشه گفت، ولی با دامنهای کوتاه، دامنه بالای زانوه، و اینو نشونه پیشرفت زمان شاه میدونه. من زیرش نوشته بودم که اشکال شاه این بود که فکر میکرد میتونه با ماشین فراری تو جاده های خاکی و سنگلوه و گرابل رود ایران گیرغاش میگفتن یا ویراج بده. آقای خوشنودی برداشت نوشت آقا عمو جون، حتی جاده خاکی و این هم نبود، همون موقع ملت وای میسادن به این خانما متلک میگفتن. و این چه پلیسی بود که قدرت این که با این مردا و با این خاطیا، اونایی که خطا میکنن، به اصطلاح مواجه بشه نداشت. حالا من از شما میپرسم، این دوتا دختری رو که شما دیپلم گرفته بردینش دانشکده افسری، یا مثل خانم چمنارا، خواهر سهراب چمنارا، سودابه چمنارا، همسر آقای علی سرشار، اینا رو آوردید، موتورسیکلت دادید بهشون، پلیسشون کردید،
این دوتا خانمی که آمدن اونجا اگر وای میسادن بعد یک ساعت میخواستن یه توالت برن، باید کجا میرفتن؟ خداییش باید کجا میرفتن؟ آقا خانم، اینا علامت پیشرفت نیست، اینا علامت خلق را تقلیدشان بر باد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. طرف یه مسافرت میره یه جایی، میبینه یه چیز خوبه، میگه چقدر خوبه که اینو من داشته باشم. حساب نمیکنه بابا این باید وسائلشو فاوند، اینجا میگن فاوندیشن یعنی پایه، اساس، پی شالوده. شالوده چقدر کلمه قشنگی. شالودهشو باید داشته باشی، بریزی، محکم کنی. حالا اون اکثر هم اگه بتونم ببینم پیداش کنم. بعدم ملت زیرش آخ روزهای خوب شاهنشاه شیراز پلیس. بذارید من اینو براتون بیارم. یه مشتی عقب افتاده ای مثل اون پسره که میگه سال 58 آمدن با زور چماق به مردم گفتن آری یا نه جمهوری اسلامی، و هر کی میگفت نه خونین و مالینش میکردن، میگم آقا برو گم شو. اینا اینقدر قشنگ بلد بودن که ملت تو صف وایسادن 3 ساعت 4 ساعت که برن بگن آری به چیزی که نمیدونستن. بانوان پلیس شیراز چهارراه زند سال 1347 بیشتر شبیه آینده است تا گذشته. خب شاهنشاه آریامهر خیلی هنر فرموده بودن، ایشون آینده رو آورد توی زمان حال و قاطی که کرد، یه دفعه گذشته از توش در اومد، آخوندهای 1400 سال پیش. این اشکاله. اینم این. بله بله منم یادمه اینا اومده بودن مردم مسخره میکردن، بوق میزدن الکی، به اصطلاح متلک میگفتن، متلک های بد، متلک های رکیک. حالا دلتون خوش بوده که آینده رو براتون چپنده بوده توی گذشته. در گذشت اسطوره پایدار ملت ایران عباس امیر انتظام را به همه دوستان تسلیت عرض می نمایم. با پیشنهاد آقای علی افشاری خوب است مجلس بزرگداشتی برای روانشاد برگزار نمایی. آقا تو رو خدا بنمون. خب کسی که حرف دلش را نگفت من بودم. من همیشه فکر میکردم این شعر مال سهراب سپهریه، و اونجایی بود که اینو من اون بیتش یاد گرفتم. چگونه شهر دهم عمق خستگی ها را، اشاره ای کنم انگار کوهکن بودم. آمریکایی ها میگن for some reason، به یه دلیلی یا به هر دلیلی من فکر میکردم این شعر مال سهراب سپهریه. ولی نگو که اصلا این روش گفتن و نوشتن یه روشیه که حالا ممکنه مثلا نیمایوشیج و سهراب سپهری بنیان میم سالسی بود امید این گذاشته باش پیش ریخته باشن، ولی دیگران دنبالش بودن و شعر قشنگیه. میگه اگرچه نزد شما تشنه سخن بودم، کسی که حرف دلش را نگفت من بودم. حالا من منظور اینو اینجوری تعبیر کنم، یعنی ممکنه به نظر شما من خیلی حرافم، ولی هیچ وقت حرف دلم رو نگفتم. مثلا به اون دوست بهایی که میگه من به جای قضای معمولی قضای روح به شما میدم، حرف دل من اگه بخوام بگم بدون تعارف و اینا مثل ترامپ بخوام صحبت کنم، میگم آقا این قضای روح رو برو بده به خانواده، پول قضای اونا رو بفرست برای ما. اگر چه نزد شما تشنه سخن بودم، بذار اصلا شعره رو بهتون نشون بدم بعد ببینیم که شما فکر میکنید اینو کی نوشته یا کی گفته. سب کن دیگه، یه دستش میزنی فوری میره. ما بریم آقا این همون چیمونو بیاریم، چی میگن ماوس سیمیمونو بیاریم، وایرلس نخواستیم باشه. بله. اگر چه نزد شما تشنه سخن بودم، کسی که حرف دلش را نگفت من بودم. دلم برای خودم تنگ میشود، آری همیشه بیخبر از حال خیشتن بودم. نشد جواب بگیرم سلام هایم را، هر آن چه شیفته تر از پی شدن بودم. چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را، اشاره ای کنم انگار کوهکن بودم.
من آن زلال پرستم در آب گند زمان که فکر صافی آبی چنین لجن بودم یا چنین لجن بودم غریب بودم و گشتم غریب تر، اما دلم خوش است که در قربت وطن بودم. اینم جالبه، این شعر رو آقای محمد علی بهمنی که من اصلا ایشون رو نمیشناسم گویا گفته و نوشته. محمد علی بهمنی شعر بسیار قشنگیه و این غریب در قربت و اینها هم ماجرایی هست. بله، باز دوستمون از خلیج فارس نوشته پاسخ عاقلانه به ترامپ: بیش از 3500 پل در آمریکا نیاز به تجدید دارد، تعمیر و تجدید. و بزرگراه‌های آمریکا در سطح کشورهای اروپایی نیست. بیماری برتری که در روان نیروهای استعماری بود امروز در اداره کنندگان آمریکا دمیده. منظور شما بیماری برتری که در روان نیروهای استعماری بود، منظورتون کیه؟ نیروهای استعماری انگلیسه؟ بعد امروز در اداره کنندگان آمریکا دمیده. وقتی شما میگید امروز دمیده یعنی قبلش نبوده. آقا آمریکا همیشه بوده. آمریکا بهتون یه چیزی بگم، شما بیا اینجا رانندگی کن، راهنماتو میزنی به این احمقی که پشت سرت داره میاد، میگی من آقا میخوام برم اینجا، همچین که راهنماتو میبینه پا میذاره رو گاز. حالا بگذاریم که ماشینای کوفتیشون هم راهنماش قرمزه، چراغ ترمزش هم قرمزه، اگه شما چراغ ترمزت سوخته باشه راهنما هم نمیزنه، یا اگر بغلت باشه هی فکر میکنی این داره پا میذاره رو ترمز و ور میداره. من نمیدونم چرا این احمقا مثل از روز اول مثل ماشین های ژاپنی، متاسفانه ژاپنی هایی که اینجا میسازن داره قرمز میشه. قشنگ چراغ راهنما جدا زرد، چراغ ترمز قرمز پرنور، بکنم 15 واته، چراغ شب 5 واته قرمز. بعد یه پله ماشین های آلمانی زیادتر رفته، شاید بعضی هاتون اصلا خبر نداشته باشید این ماشین آلمانی که این کلیدش مال 100 سال پیشه، مرسدس بنز همون کلیدو گذاشته. وقتی هم میگین چرا این عوض نمیکنی، میگه آقا ما 100 سال پیش میش جای ایران بودیم، فکر امروزو کردیم برای چی عوضش کنی؟ کار میکنه. یک کلید اینجا میچرخونیش نور کوچیک، بیشتر میچرخونیش نور بزرگ، بعد با دستت هم که نور بالا و پایین میکنی که الان اون وقتا بنزا با پا بود، میکشیش بیرون، چراغ مه شکن میکشیش بیرون، چراغ مه شکن. ممکنه خیلی از شما ندونید اصلا که اینو دارید، این بنز وقتی روشن میکنید کلیده رو بکشید بیرون، سویچ رو بکشید بیرون، یه چراغ زرد اون وسط روشن میشه برای موقعی که مه گرفته یکم جلوتون باز میکنه. حالا توی آلمان چون خیابونا قدیمی و تنگ و ترش و کوچولو بود و اینا آمدن یه کاری کردن، وقتی شما ماشینی تو پارک میکنی، و تو آلمان ما اجازه داشتیم چرخمون نصفشو میذاشتیم رو پیاده رو، وقتی این دوتا چرخ اینوره این چراغ یه دوتا کلیک دیگه داره، میزنید دوتا فلش داره که اصلا نمیدونید برای چیه، وقتی بارون و برف هست اینو روشن میکنید که ماشینای پشت منتها الیه سمت چپ شما رو ببینن. و من اینو وقتی رفتم آلمان یاد گرفتم، گفتم اینا چرا پاش همیشه رو ترمزه؟ اون دوستمون گفت پاش رو ترمز نیست، این به شما چون اینجا سرعت 300 کیلومتر تو برف، سرعت چیز بود unlimited، غیر محدود، هر چی دلت میخواد برو، تو سیستم رو به شما میگه عقل داری، شما میتونی تشخیص بدی، اگه جاده رو بلد نیستی برو خط اولی یواش برو، اینجا طرف 55 مایل میاد میچرد، 55 مایل یعنی 80 کیلومتر. بعضی از این پیرزنا هستن از بالای فرمون دیگه نمیبینن، پیر مردم همینجور از داخل فرمون اینجوری 55 مایل، بعد برای که این ور میترسه به این سیمان و اینا بزنه میره این ور 55 مایل. اینجا به جای اسپید لین یا اسپید لین هرچی بگیم خط اولی ملت تون میرن که نزدیک شولده رو اون کنار جاده ها تو ایران چی میگفتیم؟ شولده یه چیز جاده میگفتن بهش، یادم اومد.
یعنی میدونم میگفتن یادم نمیاد. I send you two link about Trump, please check and if you like play. Thanks. حالا نگاه میکنم ولی خب الان دیگه وقتم ندارم، امروزم دیر شروع کردم. آقای مرتضوی هم بد سیستمی کرده، میگه اسکایپ نمیتونم با تلفن، تلفنمونم که اینجوریه، همه چی نور علی نور، سپلش داغویت و زن زاغویت و مهمان عزیزم برسد. ویدیوی آقای حسن ارشادم نرسیده، اون خط تلفنمونم لینکی که از خط تلفن میگیره اونم کار نمیکنه. حالا این سعید بنده خدا در بدر شده در مکزیک، برنامه ما رو نمیبینه. حالا سعید با تلفن دستیت میتونی از رو فیسبوک صدا رو گوش کنی، البته فکر کنم باتری زیاد مصرف میکنه. خب در صورت این به دوستمون که از خلیج فارس چی میکنه، من پیشنهاد میکنم شما یکم این نوشته ها، جمله ها رو طولانی نکنید دوستان، جمله ها رو سعی کنید مختصر باشه، هر جمله توضیح بده، بعد پاراگراف معلوم باشه، کاما، ویرگول، استاب، فاصله، اینا رو رعایت کنیم که همون مشکلاتی که دوستمون اون روز گفت آقای لادن پیش نیاد، که روز اولی که ما سه ماه اول آموزشی گذروندیم، سه ماه دوم رفتیم مخابرات، بهمون یاد دادن که خیلی واضح باید، حالا یا اگه تو تلفن صحبت میکنید، یا اگر مورس میزنید، یا اگر همین نامه ها و تلگراف و اینها، هر چی میتونید مختصر و واضح که بشه مفید، و اگر یه جای احتیاج به توضیح داره، توضیحی که میدید مشکل اولی رو حل کنه، نه مشکل اضافه تر کنه. خب بیش از 3000، بله، این ماجرای چی بهش میگن؟ infrastructure، هیچ وقت من کلمه رو یه ضرب نمیتونم بگم، به اصطلاح شونه خاکی، باریکلا این مجید باباش از این راننده های خوب خیابون شهنازه، بله، میگفتن که مثلا طرف رفت تو شونه خاکی، حالا چرا بهش میگفتن شونه و چرا همش خاکی بوده، ضمن این که اینجا شولدر هم شانه، این منظور این بوده، لابد از اینجا شولدر آوردن اینجا، بزن به شولدر. اوکی. بعض وقتا ترجمه که میکنن حالا نمیفهمی این شونه شونه بدنه یا شونه سره. خب مرسی که با ما هستی، بله شانه جاده، اوکی خیلی ممنون. آره اینجا بعضی وقتا این دیوونه ها میرن توی این شولدر، بعد میان تو جلوه اون یکی، که من میگم خدایا این پلیس کجاست که اون وقتا این راننده های ما رو میگرفت که یکی از این 20 تا چراغی که این بالا هست کار نمیکنه، یه وارنینگ انقدی هم بهش میداد، این بیچاره آسفال 800 درجه حرارت تو ماشینش باید میرسید، به موقع سرد میشد، ولی این پلیس اینو نگه داشته بود، حالا سابقه زندانش و سابقه ایناش هم چک کنه، حقوق پدرش و حقوق زنش رو داده، پول بچه‌ها رو داده یا نداده، بعضیاشون هم میگرفتن میبردن. اون موقع هم که مثل الان نبود ما تلفن داشته باشیم زنگ بزنیم مثل سوربی منو دستگیر کردن، عقب ماشینم بیا کامیونتو برده برو. خلاصه روزگاری گذروندیم اینجا. بله چگونه شهر دهم عمق خستگیم را، همین بگویم انگار کوکن بودم. کاکو جون سلام، برای چهارمین بار ویدیوی سرگرد مرتضی عشقی پور را دیدم. ایشان در 20 بهمن ماه 1357 یعنی 2 روز قبل از انقلاب سرهنگ 2 شدند. فرمانده حفاظت کاخ نیاوران بودند. در دقیقه 3 نوشتی که گفته در پلکان کاخ سالیوان به شاه گفت بهتر است برای تعطیلات به خارج بروید. یکی به من بگه عشقی پور در چند قدمی بود که اینو شنید و آیا انگلیسی بلد بود؟ دقیقه 5 محمد درخشش بلافاصله احضار شد، به خاک افتاد و خواهش کرد تا شاه نرود. این همان فردی است که 1 ماه بعد علی شاه در آلمان صحبت کرد، قابل توجه، دستمال به دستا. این درخشش با این خانم ستاره درخشش فامیلی چیزی دارن، چون میدونم این خانواده درخشش اینا هم دوربر دستگاه و اینا بودن. و اما دقیقه 7 در تمام مدتی که من
از قول اشکیپور در کاخ خدمت می‌کردم، شاه یک بار هم از هلیکوپتر برای دیدن تظاهرات استفاده نکرد. آخر او در 24 ساعت آخه این مرد 7 روز هفته و 24 ساعت اونجا بوده که میگه هیچ وقت با هلیکوپتر. ضمن این که ما شنیدیم و یه جایی هم فکر کنم خود شاه یا دوستاش یا اینا گفتن که شاه وقتی با هلیکوپتر رفته بود جمعیت رو دیده بود، دیگه اون موقع به اصطلاح برید و نتونست باشه دور خودش. خب خیلی خوشحالم که خانم روزا هم اینجا است. چه اسم قشنگ و زیبایی، من ایشون رو میشناسم. در مهمونی ها بسیار شاد بسیار قشنگ میرقصن و امیدوارم همیشه دلتون شاد. و الانم که دیگه جنبش رقص، بلکه جنبش رقص در ایران کاری انجام بده. دقیقه 8 میگه هیچ کس از بیماری شاه خبر نداشت تا موقع خروج او، البته و 9 سال قبل قبلش ناراحتی کلیه داشتن که یک بار دادش در آمد. دقیقه 14 شاه فقط با 15 چمدان که به وسیله کامیون‌های کوچک هم میشد از کشور خارج شد. دقیقه 17 عمویم که آن هم ارتشی صالح بود، رئیس تشریفات مقبره رضا شاه تا روز آخر بود و جنازه های رضا شاه و علی رضا و منصور همانجا ماند. دقیقه 20 اصغر امیر صادقی راننده شاه بود، پسری داشت به نام حسین که به خبرنگاران خارجی نشان میداد اموالی که از کاخ خارج نشد. دقیقه 22 اینام یه حماقتیه. خب اونایی که اونجا بوده، اونایی که خارج نشده، شما نمیتونی اونایی که خارج شده نیست نشون مردم بدی. اونا رو بعدن برو ویدیوی این فرح ببین، اگر پدر سوخته تا آمدی برای مداوا و برگردی چجور این همه جواهرات آوردی که همه رو اون هندیه اومد زد و رفت. این هندیام نادرشاه رفت کوه نور و دریای نور ازشون دزدید آورد اینجا، اینا همه چی رو از خانم فرح دیبا دزدیدن و رفتن. یه وقت دیگه بشه بیشتر صحبت میکنیم. سلام ویکتور، من نمیدونم منظور از شما چیه، منظور شما چیه آقای فرخ سپهرار. و سلام ویکتور. دوستان این چیزای امروز، بابا امروز روز ما، میگفت امشب شب ما سحر نداره، امشب امروز روز ما خیلی نورانی شده. خانم ستاره از سوئد فکر کنم باشن، ایشون هم همشهری خوب ما، هم استانی خوب ما، از کازرون فارس و اون گلهای زیبای نرگس. بله ایشون هم برنامه های خوبی داشتن، ولی نمیدونم چرا تلویزیون های ایرانی، خب یه جورایی هم بهتون بگم آقا باید پوسکولفت باشی مثل ما، ولی بعضی هم میگن آقا برای کی، ببخشید اینو میگم، آقا ضربان مثل داریم، برای خرون چه کابری چه زعفرون. حالا تازه ممکنه خر کاره که میخوره بهش خوشمزه‌تره، من نمیدونم، زعفرون خیلی تلخه، یه جا زعفرون زیادی بریزید روی چیزی تلخه، با وجودی که خوش رنگه، با وجودی که خیلی خاصیت داره و اینها، ولی زعفرون فکر کنم تلخ باشه، یا اونی که به ما انداختن تلخه. دقیقه 22 وقتی اسلام آمد، اول به اسپانیا رفت، چون کارش نگرفت وارد ایران شد و مورد استقبال قرار گرفت. اینا رو این آقا در مصاحبه گفته، آقای اشچی بود کی بود. دقیقه 25 قرباقی نامه بیطرفی ارتش را نشان داد، 134 امیر حضور داشتند. بدرعی هفته کشید و گفت میکشم، دیگران او را آرام کردند ولی نامه را امضا نکرد. دقیقه 27 بدرعی در 22 بهمن در دفتر کارش توسط یک افسر و یک مستشار آمریکایی کشته شد. توسط اونها کشته شد یا با، یعنی به همراه اونها کشته شد، ولی من نمیتوانم اسمشان را بگویم. دیگه اونایی که کشته شدن که مرده که اسمشون معلومه. یکی از بستگان من، اینو اشکیپور میگه. بله خب ببین آقای فرخ سپهراب، دوستم ویکتور از دوستان قدیمی من اینجاست، خیلی ممنون که به ایشون خوش آمد میگی، ولی راه بهترش اینه که شما از طریق پرسونال مسیجش بهش بگی ویکتور خیلی خوشحالم که تو هم اینجا هستی. دلیلش هم بهتون میگم.
اینجا من دارم مجلس رو راه انداختم، آب و جارو و سماور گذاشتم، شما دوستان اومدین، شما هی نگاه میکنی اینو من میشناسم این چیه، بعد میگی اه این همین ویکتوره، ویکتور سلام، این درست این همینه. این فیسبوک یه جمع کذایی نه کاذب نه چی میگن مجازیه، و این کارهایی که ما میکنیم همینه. یه در به یک نوشتم خانم آقا این چیزا رو چرا جاهای عمومی داری مینویسی؟ گفت آقا عمومی نبود که، من برای شما نوشتم. گفتم آخه شما اومدی توی جمعی داری مینویسی، الان ممکنه 10 نفر باشیم، فردا میشه 30 نفر، پس فردا برمیگردی شده 1300 نفر. ما باید یاد بگیریم. حالا چجوریه؟ ویکتور رو دیدی؟ یه اینجوری بکن، بعد که مجلس تموم شد داریم سیگار میکشیم و اینها، شما بیارو بهش بگو ویکتور نشناختم، چقدر ماشاءالله همینجوری جوون موندی، اگه جوون مونده بود که میشناختیش، چقدر چاق شدی، چقدر پیر شدی. یا اینجوری نگو، بگو آقا هممون پیر شدی. در هر صورت فرق جون خوشحالم که تو هم توی حزب خودمون هستی، کارمون خیلی خراب. من سالها پیش میخواستم حزب خران رو را بندازم، یه دوستی که آقا هست تو انگلستانه، هیچ طوری هم نشد. دست هم ممنونم، اگه این دوتارم پاک کنید دیگه بهتر. توی قسمت خصوصیش به ویکتور بگو ویکتور سلام. دقیقه 25 قرباقی نامه فلان این، بعد دقیقه 27 بدرهی این، یکی از بستگان من که افسر شهربانی بود و بعد از انقلاب رئیس کاخ بود گفت اساس کاخ را چپاول کردم. بله خیلی جالبه، یکی از بستگان من که افسر شهربانی بود بعد از انقلاب رئیس کاخ بود. پس این آخوندا فامیلای خودشون اینا رو نیذاشتن، آمدن از همون افسرها استفاده کردن. و این خب یه چیز معمولیه، شما تو همین عراق که آمریکا رفت کپسول دموکراسی بهشون زد، ببینید قصر صدام حسین رو چجوری اول خود آمریکایی‌ها، سربازها و اینها غارت میکنن، بعدن مردم، حتی مبل و اینا رو این از این ور میکشه اون از این ور میشه، نصف هیچ کنشون هم استفاده نمیکنن، میشکنن میزنن تو خیابون، بعدم آتیش میزنن، آتیش بمانه. بله و میگه که این پیامو گوش کنید، فکر کنم آقای یگانه است، البته فامیل یگانه یه فامیل کامنی هست، خیلی زیاد داریم، یه یگانه هم اینجا داریم، یکم هم تو آفتاب زیاد وایساده. جناب زهری خیلی ممنون لطفتون، اسم من یگانه. سوالی داشتم، وقتی به میدل ایست نگاه میکنیم دوستان، تو رو خدا وقتی میخوان به یکی زنگ بزنیم، مگه شما وقتی میخوان به برادرت زنگ بزنی صدای تلویزیون رو نمیبندی بعد زنگ بزنی؟ چه فرقی میکنه؟ ضمناً فکر نمیکنم این آقای بیژن یگانه باشه، چون آقای بیژن یگانه اگه خودشون معرفی میکردن اولا صدای اونشون خیلی قرا و میگفتن که دکتر بیژن یگانه. ولی هر یگانه هستی خیلی ممنونم که برنامه ها رو میبینی، بیشتر ممنونم که تماس گرفتی، ولی خودتون به این پیام گوش بدید، دو سه تا اشکال داره، دوباره از اول پخش میکنم، خودتون به این پیام گوش بدید. چرا من اینا رو بعض وقتا از اول پخش میکنم؟ نه اینکه خدای نکرده بخوایم به طرف منتی بذاریم، اذیتی کنیم، چی میگن هارد تایم چی میشه، میخوایم مشکل جامعهمون حل بشه. آقا خانم وقتی به فامیلت زنگ میزنی اگه تا امروز صدای تلویزیون رو کم نمیکنی کم کن، دلیلش هم اینه. حالا این تلفن ها که میکروفون اینجا بود، میکروفون اینجاست، گوشی اینجا، اوکی، گوشی دهنی، به فارسی میگیم گوشی دهنی. این تلفنای چیز آیفون و اینها گوشیش اینجاست، یه سوراخ کوچیک، دهنیش این زیره. وقتی شما اینجوری صحبت میکنید تلویزیون روشنه، صدای تلویزیون بیشتر میره تو این، چون صدای شما از اینوری میره، صدای تلویزیون از اونوری میاد. اگر یکیتون علامت صدا رو بکشید، صدا از دهن من که میاد بیرون،
اول انقدر بعد باز میشه. به همین خاطر هست که از بین میره. البته میگن از بین نمیره، هیچ انرژی در طبیعت از بین نمیره. دارن دنبال صدای حضرت داوود، کینگ دیوید میگردن. در هر صورت ما تلفن زدن بلد نیستیم، پیام گذاشتن بلد نیستیم، جمله نوشتن بلد نیستیم، جمله گفتن بلد نیستیم، جمله خبری، جمله پرسشی، اینا رو بلد نیستیم. همه رو قاطی میکنیم. من ساکت میشم، به پیام این دوستمون گوش کنید و ببینم من متوجه نمیشم یا شما هم مثل من هستین. این پلیر 3 بفرمایید. جاسوربی خیلی ممنون لطفتون. اسم من یگانم. سوالی داشتم، وقتی به میدلیست نگاه میکنیم تمام این فرمایشات که امروز من داشتم برنامه نهم شما رو نگاه میکردم، ایرادات اخلاقی و دانایی که ما داریم از روی بیسوادی ما نیست. خیلی ممنون. حالا امیدوارم خود دوستمون این پیامو که شنید بعداً قبل از اینکه پیام بذاره بنویسه منظورش چی بوده، این پرسش بود یا نظر بود. ما اون وقتا تو برنامه میگفتیم دوستان اگر پرسشی دارید درباره گفته های این مهمان صحبت کنید. طرف زنگ میزد میگه آقا من یه سوال دارم، به نظر شما شاه بهتر بود که؟ کارمون خیلی خراب. من متوجه نمیشم شما از من داری سوال میکنی برنامه روز نهم موضوع چی بوده. شما وقتی رابط ماجرای آموزش و پرورش و اینها بوده، شما قشنگ توضیح بدید، بگید که من برنامه این، حالا خیلی ممنون لطف شما و بعدم بریده بریده اصلا معلوم نیست چی میگین. به جای این تعارف ها اصلا ضرب المثل داریم، ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. مبلغ که منظورش حمایت نمی کنید، اقلا جمله همونو درست کنید. سوربی من برنامه نهم رو نگاه کردم، مهمان شما درباره آموزش و پرورش صحبت میکرد. آیا این مشکل فرهنگی ما مجموعه آموزش پرورش فرهنگ میشه دیگه به خاطر این هست، یا نظر من اینه که به خاطر این هست؟ خوب گیت شدین؟ روزانه من 10-15 تا از این پیام‌ها دارم. یکی دیگه‌ش هم دارم، اون انگلیسی هم دیدید که پخش کردم که طرف انقدر احساساتی شده که گیر افتاده. من نمیدونم چه اجباری داره این خانم انگلیسی صحبت کنه. مدیر ایستگاه رادیوی صوت العرب که در گفتار خلیج فارس از او سخن گفتم در 93 سالگی درگذشت. اکنون موضوعی شده برای افشا کردن فساد زمان جمال عبدالناصر. شعری که خواندم این بود: سلام علی اهل صوت العرب، گروهی چرند و گروهی جلب، شنیدم کنانتم بهازا خلیج، نهادید نام خلیج عرب و یا ویلکم و... خب من که نمیتونم عربی بگم، از این کار بیهوده یا لل عجب. اینو در برنامه آینده شما میتونید ازش استفاده کنید. ممنون و خب متشکرم. خب و اما اجازه بدید من این نوشته های فرخ رو پاک کنم، چون ما میگیم اینجا یه چیزایی بنویسید در رابطه با دوست با برنامه. ایشون میگه که من با ویکتور جدا صحبت میکنم ولی اینجا هم گفتم یه سلام کنم. دوباره یه خط دیگه: من با ویکتور تماس دارم چون اینجا آمد سلام گفتم. خیلی ممنون. اینو من دیلیت کنم. و دیروز داشتم یه رادیویی گوش میدادم، یه خانم جدیدی رو استخدام کرده بود به نام کال سکرینر. سکرین کردن، شما این توریایی هم که پشت پنجره میزنن بهشون میگن سکرین، معنی فیلتر هم میده. و کال فیلتر، حالا همه فیلتران بد نیست، شما بهترین فیلترها رو میخرین که آب خونتون فیلتر بشه، تمیز بشه. پس بعضی وقتا فیلتر لازمه. حالا درسته بعضی وقتا هم فیلتر به عنوان سانسور استفاده میکنن، ولی دوباره نقل فیلتر گفتم. امروز میگفت که آب این منطقه و اینا رو وقتی از چیز میگیریم بجوشونی، حالا نقل ایران و آب خراب و اینها، اینجا هم خیلی نمیشه چیز کنی در هر صورت. ولی مردم وقتی میگه اینجوری گوش میدن، بعد دوباره گوش میدن ببینن کی برداشته میشه. وقتی
برداشته میشه تا یه دو روز بعدش هم هنوز آب میشونن بیان صحبت فیلتر و رادیو و اینها. یه دوستی برای من نوشته بود که آقای سوربی شما کنار این برنامه بنویس موضوع برنامه چی بوده تا ما بدونیم. گفتم آقا من درباره همه چی صحبت میکنم، حالا من یه کتاب باید بنویسم بذارم این بغل، موضوع اینجا آقا از هر دری سخنی، یا میتونیم بگی آنچه شما میخواهید از شمال تا جنوب از غرب تا شرق در سری برنامه‌های سوربی با مردم. این خانمه رو آورده بودن و ازش میپرسید کار جدیدت خوبه، راضی هستی؟ میگو خیلی خوبه، وقتی مردم زنگ میزنن من باهاشون سلام علیک میکنم، صحبت میکنم و اینها، ولی بعضی هاشون وقتی میگه من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم و میگم بابا اون سگمنت ساعت قبل بود، فوش میدن به من. یعنی خیلی ناراحت نباشیم، آمریکایی‌ها هم میدونی میگن ما اخلاقمون با آمریکایی‌ها خیلی نزدیکه، برای که اینجام قانون نیست، هرگلیه به قول خودمون، خیلی به فکر لباس خوب و نمیدونم اینا نیستن مثل انگلیسی‌ها. اگه من کراوات نزنم امروز بی احترامی میشه، همه در میارن میندازن اونجا راحت زندگی میکنن، جمعه ها که اصلا با یه شلوار جین و اینها میان. سمجد این کلمه رو question is a figure of speech in the form of question that it is asked to make a point rather than to wait for an answer. آها میگه که این نو question چجوری بهش میگیم؟ rhetorical، من نمیدونم این چجوری تلفظ کنم، چون این کلمه RH که میاد بعد مثلا رود آیلند که میاد اچر نباید بخونی، اینم من نمیدونم اگر میذارن دیگه چر نباید بخونیمش، اب نداره. هلو آقای مستشاریم سلام میکنم، منم به ایشون سلام میکنم، ممنون و متشکرم. گفت سلام بر تو ای دوست ای هموطن، سلامی که خیزت ز جان و ز تن. این رو آقای محمد علی ابوقداره چند سال 20 سال پیش توی تلویزیون محلی اینجا که بنده خدا اومده بود اسمش گذاشته بود ولایت، بعد میگفتن دیدی به شما گفتیم این محمد علی دنبال ولایت فقیه، میگه آقا من یه بچه از 12 سالگی از ایران اومدم بیرون ترکیه درس خوندم، همش پای قبر مولوی بودم، من اصلا گفتم ولایت یعنی ما دور خودمون. بله watch you all the time. کارت مشکل شد آقای مو. آقای مو یه رستوران خیلی خوبی هست مو و من هنوز نرفتم، تبلیغش دیدم و اینها، باید برم، یکیش تو 28 هست. اینایی که میان میگن ما شما رو برنامه‌تون خیلی وقت نگاه میکنیم، ما شما رو از رنگارنگ نگاه میکنیم فلان اینا، کار خودشون زیاد میکنن و رو منم زیاد میشه، رو من زیاد میشه، بهشون میگن خب آخه بی انصاف. اون موقع که من میگفتم من احتیاج پول ندارم، من از پولداری اومدم تو تلویزیون، نه بابا از همسیکی از غربت اومدم تو تلویزیون. بعد که میگم بابا احتیاج دارم پول بدین، چرا کمک نمیکنید، چرا حمایت نمیکنید، جوابش رو نمیخوام بدین چون میترسم مثل اون دوست بهاییمون بگید من اگر شما گرسنه هستید از لحاظ خوراک اخلاقی. آقا ولمون کن. بله این مصاحبه ای رو که آقای پتیک راجع بهش صحبت کرد بذارید من بهتون نشون بدم اگه خواستید. این همینه که من گفتم میخوام ضبط کنم و نشون بدم، ولی از همون روز این سیستم چی ما یه چند تا سرورش کار نمیکنه. اینه یه مصاحبه ای که آقای نوشته که کیهان لندن، من هم میگم اینه به شما نشون نمیدم، همینجوری میگم اینه select all. آقای بیژن فرهودی به احتمال زیاد آن دیگه کیهان لندن، میدونه آقای بیژن فرهودی هم وایس آف امریکا وقتی بازنشست شد یا بازخرید شد هرچی رفت و حتی اینجا هم آمد یه دوتا برنامه گذاشت، ولی چون کسی پول نداد. بله مو رستوران هم داری کجا؟ you should come to my restaurant. نکنه این مو رستوران مال توه؟ اوکی میام بنوی آدرس بده میام. بله مسموممون نکن، یا نخوای ما رو مرگ موش بدی بخوریم، اگه حتی میخوای مرگ موشمون بدی یه سم خوشمزه بهمون بده. خلاص این آقا هست کیهان لندن، در روزهای آخر دی ماه 58 در نیاوران چه گذشت؟ گفتگو با سرهنگ عشقی پور.
من یا این آقای عشقی پور رو تو آمریکا دیدم، ایشون اینجا زندگی میکنه، یا ایرانیایی هستن که شبیه هم هستن. میدونید مخصوصا وقتی یکم پیر میشیم این بالا موها میریزه، ابرو و چشم و اینا همیشه این اخم و این چیزا وسطشه، به اصطلاح اون چروکا. در هر صورت you should come to my okay. خب میان میام رستوران. این مصاحبه است، اگر کسی میخواد حمایت کنه تا ما اینو چند روز نشون بدیم، چون من واقعا خسته شدم از اینکه ضبط کنم عوض کنم بذارم تو سیستم، بعدم تازه دربارش چیز میشه هی فقط بحث و گفتگو و وقت تلف کردن. تنها کسی که میبینم حمایت میکنه، از برنامه ها استفاده میکنه، ریسپانسیو هست، ریسپاند میکنه، اینها این پتیکه. یه برنامه رو میبینه، یه کتابی رو میخونه، برای ما چی میکنه؟ پتیک. اون برنامه‌ای که کتابا رو میخونی، البته دوستانی که کتابا رو نوشتن ممکن اونا رو خیلی راضی نباشن، فقط نکاتیشو بگو تا اونا هم جلب بشن برن کتابو بخرن، چون ما نمیخوایم کسی که زحمت کشته کتابی رو نوشته بیایم اجر به اصطلاح زحمتش رو اینجا به باد بدیم، دیگه یادمون میره به آب بدیم به باد بدیم. در صورت اینم از این ماجرا بهتون اینو نشون دادم، سرهنگ عشقی پور که دو روز قبل از انقلاب ایشون سرهنگ دو شده، این ماجراها رو میگه و پتیک نکات رو قشنگ زیر ذره بین گذاشت. و اما راشا، میدونید که از این ور نخست وزیر اسرائیل این دیوانه جنگی نتنیاهو اونجا بود، از اون بر اکبر ولایتی، که این اکبر ولایتی 40 سال مسئوله و من نمیدونم اینا بازنشستگی ندارن، همه نشسته هاشون باز شده ولی بازنشست نمیشن، ولی رفته اونجا. خیلی هم دربارش صحبت میکردم تو رادیوی اینجا حتی و گفتن که خیلی تعویلشون گرفته. پتیک یه پیام میبینم، ببینم این مال قبله، فکر کنم یک لحظه پتیک، چون دو سه روز گذشته که پیام نذاشتی، فکر کنم این مال قبله. به هرگاه به دانجا دست یافتید؟ بله بله، این مال قبله که قشنگ خیلی هم خوب رعایت کرده بود، هر وقت تموم شده بود چیز شد به اصطلاح. خیلی ممنون که رسیدم به این پیام. وقتی رسیدم به این پیام نشون میده این چیزی رو دو سه روز گذشته گذاشتم، تموم کردم برنامه رو. متاسفم که باز با آقای جلیل مرتضوی نتونستیم برنامه داشته باشیم. دوشنبه سعی میکنم، دوشنبه ها با آقای امیر حسین لادن هم هستیم، دوشنبه ها با کانون آوا هم هستیم. امروز ساعت 4 باید برنامه آقای حسن ارشاد رو پخش کنم. متاسفانه تا الان ویدیو به دستم نرسیده. آیا در ایران تظاهراتی بوده، سرعت چیز کم شده، یا ایشون تابستون گرم کمبود برق، شنیدم قطعی برق و اینها شروع شده و میدونید در دوران شاه ما اینقدر برق زیاد داشتیم که نگو و نپرس. یادم آقای محمد خوششانس این مهندس برق بود و آمده بود آمریکا یه دوره‌ای ببینه، دبیر ما بود. وقتی برگشت گفت که من حالا که رفتم آمریکا فهمیدم که این شبکه سرتاسری ایران که درست کردن اصلا بی خوده. برای ایران باید سیستمی مثل آمریکا میذاشتن که هر جایی برق خودشو تولید کنه و از شهرهای نزدیک، نه شبکه سرتاسری. شبکه سرتاسری برای کشورهای پرجمعیت و کوچولوی اروپا خوبه، نه ایران که از اینجا شما یک ساعت بعد میروندی میرفتی هیچ نه آبی بود، یک ساعت، سه ساعت، چهار ساعت بعض وقتا میرفتی هیچ نه آب بود و نه آبادی. آقای مو مستشاری خیلی ممنون که هستی، بیشتر ممنون که با ما بودی. از قبل آدرس رستورانتو بده اگه شوخی نکردی، اگر بیایم یه وقت تو اون شهر میام. بله، اون سوالی هم که میگه بعضی سوالا رو به صورت سوال حقیقتا جواب به شما میدم. خب آقا نظرش رو بیاد بگه، چرا ما رو گیج میکنه؟ شما که میدونی من خیلی آدم ساده ای هستم و قبل از اینکه دبیر بشم گیج بودم. به همین خاطر بهروز قاسم زاده دوست خوبمون وقتی ما دبیر شدیم رفت بود به این آقای سلامی گفته بود یه شعری برای این بگو، اونم گفته بود خر بودی خرتر شدی، یه شعر طولانی بود که اگه بتونم پیداش کنم، یا این خوشنودی سرش تو این کارا بتونه پیداش کنه خیلی جالب بود.
کی گفت معلم بشی، نمیدونم نونت چم بود، آبت چم بود، خر بودی خرتر شدی، نمیدونم خنگ بودی خنگتر شدی. شرح حال واقعا معلم و معلم بودن در ایران رو میگفت. ناگفته نماند معلم ها در تمام دنیا نه حقوق کافی دارن نه زندگی مرفعی دارن، ولی قلب بزرگی دارن و دوست دارن به دیگران یاد بدن. یاد دادن رو به اصطلاح فکر میکنن خوراک اخلاقیه، ولی همه گرسنه هستن. خب آرژانتین اسک راشا، آرژانتین اسک راشا ان چاینا تو آرست ولایتی. وقتی سوالی میکنی خودت جوابش را هم میدهی در دنباله سوال. گل گفتی، این میشه مثل اون معلمی که اومد بالای هر روز یک مسئله رو به صورتهای مختلف مینوشت. مثلا یک روز مینوشت که پرتقال فروشی اینقدر پرتقال آورد، اینقدر رو فروخ، حالا چقدر باید ببره. یه روز شروع کرد اینا رو گفت، گفت پرتقال فروشی 100 کیلو پرتقال با خود آورد، 50 کیلو را به مغازه دوم داد، 50 کیلو را به مردم فروخت و حالا هیچ چیز ندارد. بعد دید خب حالا هیچ سوالی نیست که به بچه‌ها بگی مثلا چند کیلو برمیگردونه منزل. یا بعد گفت پیدا کنید پرتقال فروش رو. این سوالی که شما گفتی و این ماجرا منو برد به اون مسئله‌ای که صورت مسئله رو گفت، جوابش هم گفت، آخرش مجبور شد بگه حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو. آقای یگانه با این سوالی که کردن من باید برم دنبال پرتقال فروش. فردا هوا اینجا به شدت گرم ولی خوب، بارون نمیاد. پس فردا بازیه. ببین همه تون رفتین فوتبال نگاه کردید، من گذاشتم جوجه رو آخر بهار میشم، جوجه رو آخر زمستون، آخر پاییز، یادمون رفت همه چیا، جوجه رو آخر پاییز میشم. Because he was in bombing of involved. بله میدونم اون ماجرای رفسنجانی و اینا. آقا اینا مگه اون آخونده نبود رفت آلمان یا کجا بود فوری در رفت؟ اونام اینا رو نمیگیرن، مخصوصا چین و روسیه که با ایران هن. خیلی نگران نباش، الان نفت ایران رو چین داره میخره. در هر صورت چی میخواستم بگم؟ این پرید یا فرخ یادم رفت دیگه. دوشنبه میبینه، آها یک شنبه گفتم جوجه رو آخر پاییز میشمارم. باید حقیقتا جوجه رو آخر زمستون که میشه بهار بشمارم. گذاشتم همه تیما تو سرپکال هم دیگه زدن، حالا مونده دوتا تیم و یک شنبه میریم خونه یکی از دوستانمون، اونجا فوتبال نگاه میکنیم. شما هر جا هستید خوب و خوش باشید، اگر خوردید و مشروب و زیاد خوراک و اینا اونجا صبر کنید کمی، بعدا رانندگی کنید. حتی اگه نتونید ماشینتون رو ببرید با ماشین دوستان برید، فردا بیان ببرید. خلاصه سعی کنید در حق در حد چی میگن اینجا moderation معمولی نه I don't know یادم نیست. اوکی خیلی ممنون دوستان عزیز از اینکه با من بودید، با برنامه سربی با مردم بودید. متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و حمایت رو فراموش نکنید. اونایی که خودی ترین حمایت بیشتری باید انجام بدید تا اونایی که تازه و آشنا شدن. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی.